پس سروش اهلب و ایزد آذر دست مرا فراز گرفتند و گفتند بیا تا به تو نشان دهیم بهشت و دوزخ و روشنی و آسایش و آسودگی و فراخی و خوشی و خرمی و رامش و شادی و خوشبویی بهشت پاداش اهلبان را. اوت پس سروش اهلب اوت آدوری از دست من فراز گرفت اوت گفت تو بیای تا اوتو نماییم و هشت اوت دوشوخ اوت روشنی اوت خواری اوت آسانی اوت فراخی اوت خوشی اوت خرمی اوت رامش اوت شادی اوت خوبویی و هشت پاداش اهلوان. خبر داشتیم دیگه، اون فقط به آی یعنی بیا پاداش وحیشت. وحیشت چیه؟ اون بهشت. آها. و به تو نشان دهیم تاریکی و تنگی و دشواری و بدی و آزار و اندوه و بدبختی و درد و بیماری و سهمگینی و بیمگینی و رنج و گندگی و گندگی را در دوزخ پادفره گونه گونه که دیوان و جادوگران به بزهگران کنند. اوت نماییم تاریگی اوت تنگی اوت دشخواری اوت ودی اوت بش اوت اناگی اوت درد اوت بیماری اوت سهمگینی اوت بیمگینی اوت ریشگینی اوت گندگی پد دشخ پادف پادفراه گونک گونک که دیوان و جادوگان و بزکاران کنند. تاریگی، تنگی، دوش خواری، اون خواری داشتیم این برعکسش، ودیه که بدیه، بش این بش رو توی عبه بش داشتیم. اون فکر میکنم همین کنیزکی که توی چیز میبینه میگفتش تنش عبه بیش بود اگه اشتباه نکنم، یا حالا جای دیگه. به حال که خودی کلمه بش به معنی مثلا نقص و فلان اینا، اناگی درد، وماری که بیماری، سهمگینی، بیمگینی، رشگینی چی بود؟ ریش، آن این ریش زخمه. آقا سب کن، اناگیه چی شد؟ اناگ یعنی بد. پادفره، پادفراه، پادفره یعنی مثلا کیفر. کیفر دقیقا، به جای پاداش. به جای پاداش. آره. پادفره گونه 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 که دیوان و جادوگان، جادوگران، بزککاران که بزک همون بزه الان. بزهکاران. و به تو نشان دهیم جایگاه راستان و دروغگویان را. اوت نماییم گاه راستان اوت آن دروزنان. این دروزن رو فکر کنم شما میگید الان، نه؟ آره دروزن، آره میگید به همین معنی. آره. ما یه همکلاسی داشتیم کرد کرمانشاه بود، این مخصوصا سر فارسی باستان خیلی اوت. چیز میشد، خیلی به هیجان میامد، خیلی مثلا چیزها رو خیلی کلمه ها رو مثلا شبیهش توی چیز بود، توی کردی بود. حالا خیلی زیاد هست، جالبیه که آدم پهلوی میکنه این همه مشابهت میبینیم. جالبه. و به تو نشان دهیم پاداش خوب گروندگان به اورمزد و امشاسپندان و نیکی در بهشت و بدبختی در دوزخ و هستی ایزدان و امشاسپندان و نیستی اهریمن و دیوان و بودن رستاخیز و تن پسین را. اود نماییم پاداش نه و ورو ایشنان پد اهرمزد اود امهرسپندان اود نیکیه پد وحیشت اود اناگیه پد دوشوخ اود آستیه یزدان اود امهرسپندان اود نشتیه اهریمن اود دیوان اود بودن رستاخیز و تن پسین. رستاخیز و تن پسین. بچیم؟ بعدی رو بدون ترجمه بریم، من نگاه میکنم به نظر میاد آسون باشه. آره برو.
همه پس اینو نمیخوای توضیح بدی که چیه؟ من چیزی که یادمه رستاخیز جسمانی بود دیگه، نه؟ در واقع این آدم هایی که روان دارند بعد از این که در واقع گشتاسپ کاراشو کرد و نمیدونم سوشیانس ها اومدن و همه چیز به هم ریخت و در واقع اهریمن به جایی که بهش متعلق برگشت از گوشه آسمان مثل یک ماری همونجور که اومده بود تو خزید بیرون، مردم در نهایت صلح و صفا در یک وضعیت مینوی با هم دیگه دارن زندگی میکنن، همه هم در بهترین شرایط خودشون، یعنی جوان، زیبا، بدون بیماری، آره، در حالت ایدئال خودشون زندگی میکنن. یعنی تن هر کسی یه تن پسین داره؟ در واقع برمیگرده توی تنی که داشته، فقط این تن دیگه جنبه گیتی نداره، همون وضعیتی که توی هر رستاخیز ادیان سامی هم میبینی. یعنی شما تو برمیگردی به یک جسمی، یعنی یک شکلی پیدا میکنی و توی دنیا بیمرگ و بیماری و خیلی خوشحال همجوری واسه خود زندگی میکنی. بود نماییم پاداش اهلوان از اهرمز، بود امهرسپندان پد اندر بهش. بعدی هم برم؟ بعدی هم برو. بود نماییم زخم بود پادفراه گونگ گونگ او دروندان پد اندر دوشوخ از اهریمن او دیوان پتیارگان. اینو دیگه اینجوری باید باشه دیگه، تا آخرش اینجوری بیشتر کلمه هاش و اینا باید برامون روشن باشه از روی آوانویسی. فقط کلمه های تخصصی چیزای اسطوره‌ای مستوری و اینا رو باید. آقا حالا میخوای از الان امتحان کنیم فقط پهلوی بخونیم یه بار ببینیم چی میشه؟ اگر گیر کردیم مثلا، آره مثلا بخون. آره. الان بخون شپید خشیچو بخون. گیاگی فراز مدهیم ام دیدروان مردم چند که پد هم استاد هین. نفهمیدم چه خوندم. خب صبر کن، گیاگو که میدونید چی بود که یا نه جا آها. خب اومد یه جایی و خلاصه روان یه سری آدم رو دید که کنار هم وایستاده بود. آره دیگه. خب بگه بار میگه گیاگ یعنی جا. فراز مدهم رسید فراز آمدم دیدم روان مردم او چند نفر مردمی چند که پد هم استاد هند که کنار هم استادند. ولی روانشون رو دیده. آره دیگه، الان هنوز رستاخیز نشده که، کسی تن نداره، همه روان. اون پرسید از پیروزگر سروش اهلا و اود آدوری است که اویشان کی هند اود چی رای ایدار استند. ایدار جانتشون که اینا کی هنید و ایستادن. آره آره، خودت یه ترجمه بکن وقتی میخونی، اگه توافق داشتیم روی چیزش رد میشیم. پرسیدم از پیروزگر سروش و اهلا و آدوری است که اینا کی هنید و ایستادن و چرا رو گاز اینا چیکارن؟ اینا کیان و چرا اینجا ایستادن؟ درسته. گوید سروش اهلا اود آدوریاست کو این گیاگ همیستگان پانیند اود این روانان تا تنی پسین این گیاگ استند اود روان اویشان مردمان هند کیشان کربگ اود دینا راست بود. اوکی. خب اون کربگ یا کرفه یعنی کار خوب، در مقابل ویناه میاد که چیه؟ گناهه. کیشان کربگ اد ویناه راست بود. راست یعنی مثل ترازو رو در نظر بگیرید که راست هم ما میسته، یعنی دقیقا یه اندازه بود. خب اینایی که کرفه و گناهشون اندازه همه، در کجا واستادن؟ در یه گیاگی واستادن که اسمش هست همیستگان، هم که گفتی. آره این الان پایین ترین درجه بهشت دیگه، یعنی تو اگه هیچ گناهی نکردی حلافن دیگه. آره یه جایی آره دیوا بلایی سرشون نمیارن، ولی خب چیزی هم ندارن، خلاصه نعمت بهشتی هم ندارن. بود او گیتیگان به گفت کو آن خوردر کربک پد از اود بیش ما دارید. نه که بعد خوندی. ببین میگی اود او گتیگان بگو، یعنی به اون زمینی ها بگوی، فعل امری. خب که
آنی قواردر کربک پد آز آز و بش مدارید. اون ما اون ما چیز نفیه. آره این میگه خواردر کربک، یعنی کوچکترین مثقال زردتن خیرین. اینو با آز با هرس و بش بدی جلوشو نگیری، خرابش نکنی، یعنی آره، هیچ چون سر مرزن دیگه. آره تو آره بیشتر میشه چیزتون. موافقی فروغ؟ نمیدونم معنیش یه بار میخونی؟ بذار نگاه کنم چندیم. به جهانیان بگو که کمترین ثواب را با آز و آزار نگاه مدارید. پاورقی هم زده یعنی از کردن ثواب هرچه هم کوچک باشد خودداری نکنید، زیرا این ثواب میتواند در روز داوری ترازو را به سود شما پایین بیاورد. چی هر کشتی سروش و چارنام کربک بیش و وینا و بهیش بیش وینا ویش و دوشوخ که هر دو راست تا تن پسین پد این همیستگان استند. حالا مساویه میگه مثلا ترازو مساوی باشه، این درجه خطاش چقدره؟ دقت خطاش چقدره؟ خب سه سروش و چرنامه. میگه اگه ثوابت سه سروش و چرنام بیشتر از گناهت باشه، چه هر کش سه سروش و چرنام کربگ وش کووینا. اون کو همون مثلا نقشی داره که الان ما از داریم چیز میکنیم، کربگ وش آره آره. اگه به اندازه چیزت به اندازه سه واحد کرفت بیشتر از گناهت باشه، او این اوی بسوی است دیگه، به بهشت میری. اونی که ویناهش بیشتر باشه به دوزخ میره. که و اونی که هر دو راست تا تن پسین پد این همیستگان استند. بذار توضیح سروش و چرنام رو بخونم. پاورقی زده نام تازیانهی که برای انضباط توی مراسم دینی به کار میرود و احتمالا نام درجه ای از گناه. واحد اندازه‌گیری گناه. خیلی باحاله این. مثلا یا اقو مثلا مساوی که نمیشه، مثلا یه ذره یه کمیشون بیشتر بود چی میشه؟ میگه باید به اندازه علی خیلی کارشون درسته. آره دلتاشو معرفی کرده دیگه. همون دیگه آره. تا سه سروش و چرنام بیشتر نباشه بهش نمیری. عالی بود دقیقا مساوی که احتمال صفره از لحاظ ریاضی. آره اوشان پادیفرا از بردیشن اندروای سردی عیاب گرمی اوشان عباری پتیارگ نیست. آره دیگه میگه پادفرهشون گرمی و سردیه دیگه، چیز دیگه ای پتیارگی دیگه ای نیست. عیاب که یا سردی یا گرمی، عباری پتیارگی عباری یعنی دیگر مثلا غیر از این و غیره. اوشان پادفری از وردیشنی اندروای. وردیشن چی میشد؟ گردش میشه دیگه. آها گردش. گردشه. آره. اندروای یعنی اون فضایی که وای توش هست. آها اندرشه. آره. یعنی اون توهیگی که اون وسط وای هست. عرض کردم که اندروای جو. اینه یه سری ما بچه که بودیم یه سری جوک ها بودش، مثلا میگفتن که رشدی ها به فلان چیز چی میگن، بعد یه ترکیبی میگفتن که مثلا لیترالی اون میشد آفتابه میگن منچور مثلا. آره این دقیقا آره. اندرش پیدا. این اندروای هم یه خورده اونجوریه، یعنی به جب میگه وای توش. گردش وای توش. چی گفتی ساناس چی گفت؟ من همون گفتم مثل اون مندر. آره آره اونجا تو من یاده همین مندرش پیدا افتادم. آره اندروای شد شیشه مندرش پیدا میشد آینه. آره بود پس نخست گام فراز نهادم و استار پیاک پد بعد خوندی استار پایک او استار پایک
حد اومد آن گیاب کو اومد حد میهمانی او دیدم آنی اهلوان روان کشان چیون استاری روزاگ روشنی ازیش همی بخشید. خب این نکته یه چیزش، نکته دینیش استرپایگه. خب این یکی از مراحل، یکی از چیزای آسمانه یا چیزای بهشته، یکی از ما ستاره پایه داریم و ماه پایه داریم و خورشید پایه. این استار همون استار انگلیسیه نه؟ آره ستاره است دیگه. خب این از همیستگان یه درجه رفته بالاتر به هومت، رسیده به کجا؟ استار پایک. استار پایک که ستاره پایه است. خب پایک همون پایه است؟ پایه آره. آن گیاه کو هومت پد مهمانی. نکن علی من یه مشکلی دارم. فعل یه فعل کم دارم نمیفهم. میگه پس نخستگان فراز نهادم به سمت استار پایک. پد هومت. پد هومت یعنی چی؟ به سمت گام نهادم به چیز با اندیشه نیک. خب نقطه اینجا نقطه. آها پد هومت. پد معنی با هم میده. خب من فکر کنم معنی به میده فقط. آره آره. آره. اوکی با خب آن گیا کو هومت این آره این یه فعل کلمه اون... نه این یه مثلا مثل استه که به چیز معنوی حذف شده. آن گیا کو هومت پد مهمانی. اون پد مهمانی یعنی مثلا جایگاهشه. او جایگاه اندیشه اینی کجاست؟ توی ستاره پایه است. این یه کل آن گیا کو هومت پد مهمانی توضیح برای یه بود ستاره... حذف شده. آره آره جمله معترض است خلاصه این برای ستاره پایک، توضیح ستاره پایک است اگه تو نمیدونی کجاست مثلا. و دیدم آن اهلوان روان یعنی روان اهلوان رو کشان چیون استر روزاگ روشن ازش همه بخشید، که ستاره مثل روز روشن اونجا رو براشون روشن کرده بود. نه نه میگه یعنی اون چیزا همین اهلوان مثل ستاره‌ای که مثلا به روشنی آره ستاره که مثل روشنی روزه میدرخشیدن. درسته ازشون بازتاب داشت یعنی مثل ستاره میدرخشید. آره حالا مثلا خیلی هم چیز دیگه مثلا نورانی بودن ولی نه خیلی، اندازه ستاره نورانی بودن. آره دیگه اندازه ستاره. اوشان گاه او نشست ابر روشن اود برز اود پور خور ره بود. یعنی گاه و نشستشون بر یه جای خوب بلند و پور خور ره پرفرده. آره روشن آره. یعنی چی؟ روشن. اون پرسید از سروش اهلف اود آدوری است کو این گیاگ کدام بود این مردم کدام هند کدام کدام. اوشان گفت سروش اهلب بود آزوری است کو این گیاگ استار پیاگ بود اویشان روانان هند کشان پدگیتی گشت نی کرد بود گهان نی سرود گاهان نی سرود بود خویدوده نی کرد اوشان خودیه اود دهی بدی اود سالاری نکرد ایشتد. نه ایشتد نیست استد دیگه. آه نکرد استد باشه درست. چی داره میگه؟ میگه اون سروش اهلب و آزوری است گفتن که اینجا استار پایاگ استار ستاره پایه است. این اینا هم روانانی هستند که در گیتی یشت نکردن.
ببین یعنی آدم های عبادت نکردن، آدم های خوبی بودن ولی یشت و اهل مؤمن یعنی پرکتیسینگ زرتشتی نبودن. آره آره. خب مهم اینه که خوب دوده هم نکردن. آره خواهر مادرش نمیزد. اینو باورش منفی تلقی کرده. همین دیگه. آره. آها. همون من آره. فکر میکردم خوبیدوده مثلا مکروه بوده، دیدم نه. نه مستحب خیلی خیلی بوده. مستحب موکد بوده. اوشان خدایی و ببین این چیز دیگه میگه خدایی و دهیبد ایران داشتیم. ایران دهیبد. آها. دهیبدی و سالاری هم نکرد. یه خورده حساب شاه ها و سردار ها جدا از بقیه مردم. آها. آها. یعنی تو مثلا سالار باشی وی آی پی داری اونجا. آره توی ستاره پایه نمیای. پس اباریک کربک احلب بود استن. اباریک کربک به کرفه های دیگه. پس اباریک کربک احلب بود استن. آره کارهای خوب دیگه کردن ولی کارهای دیگه کرده بودن. آها. آره ولی این کارا وایساده بودن. ولی گاهان و خویدوده و یشت و نکرده بودن، حکومت هم نکرده بود. حکومت هم نکرده. کدو دیگرگان فراز نهادم و ببخشید. کدو دیگرگان فراز نهادم نهادم او ماه پیاگ. آقا چه پایگا رو همه پیاگ میخونی؟ پایگ دیگه راحت‌تر خوندنش که. چی خوندم؟ میخونی پیاگ. آها ببخشید. کدو دیگر گام فراز نهادم او ماه پایگ. پد هوخت آن گیا کو هوخت مهمانی. او دیدم آنی وزور پنجمن ای اهلبان. رفتم ماه پایه دیدم که آره. با سخن نیک با آره دیگه دقیقاً. گفتار نیک میرن اونجا. آره ببین قالب جمله همونه. همونه. آره. ستاره شده ماه. چیزم حومت هم شده هوخت. آره. اون پرسید از سروش احلب اود آدوری است کو این گیا کدام اود عبیشان روانان که هن. گوید سروش احلب اود آدوری است کو این گیا ماه پایک اود این عبیشان روانان کشان تدگیتی گشت نکرد اود گاهان نسرود که همون شد که اود قویدوده نورزید اود پد عبادی کربک او ایدر مد استند اوشان روشنی او روشنیهی ماه هماناگ. این اصلا نفهمید. خب اینام هنوز گاهان و چیز نکردن. آها ببخشید. اوشان روشنی او روشنی ماه هماناگ یعنی آره. روشنیشون مثل روشنی ماه. هماناگ یعنی همانند. آره اونا قبلی ها مثل ستاره بودن ستار... مثل ماه. دقیقا. من یه فکر میکنم درست فکر میکنم اینا مثلا پادشاه و سالار رو همونا بودن. احتمالا ممکنه باشن. ببین اگه تو پادشاه خوب باشی فکر میکنم درست یادم اگه مونده باشه پادشاه خوب اگه باشی جات خورشید پایه است. نبوده در حد دهبد و سالار بودن. آره تو فرقش با قبلی اینه که فقط این دهبد آره. و سالار نبودن ولی کار مدیریتی داشتن صورتش ماه شده به قول مرحوم قادری. آره خب کس دیگر گام فراز نهادم پد کوورشت انوه کو کوورشت پد مهمانی او انوه رسیدم. خب اینم که مشخص. اون آنوه یعنی چی؟ یعنی آنجایی که درسته. روشنی بالیستان بالیست خوانیند او دیدم آنی اهلوان پدگاه اود ویسترگی زرین کرد اود مردم بود هند کشان روشنی روشنی او روشنیهی خورشی هماناک بود. بالیستان بالیست یعنی چی؟ بالاترین بالاها. خوانیند خوانند. اون بالیستان بالیست رو نوشته اصطلاحی در مفهوم صفت عالی کلمه شاهنشاه
که در اینجا از صفت و به ویژه از صفت عالی درست شده است، یعنی اینجا معنی شاهنشاه میده. اون پرسید از سروش احلب اود آدوریه است کو این کدام گیاک اود عویشان روانان که هن؟ گوید سروش احلب اود آدوریه است کو این خبرشید پایگ است اود عویشان روانان هند کیشان پدگیتیگ او پادیخ شایی اود دهی بدیه اود سالاری کرد. پادشاهی خوب و ده بدی و سالاری کرد. دیگه یه چیز اختصاصی دارن توی خورشید پایه. چهارم گام فراز نهادم او آنی روشن او ببخشید او آنی روشنی گرودمان. این اصطلاح تخصصیه. خب ای هماک خواری هماک خواری. خب بگو یعنی چی؟ گروتمان یا گرزمان. ببخشید الان رفت تو جهنم. آره نه بابا داره بالاتر میره دیگه، از بالاترین بالاترین هم رفت بالاتر. نه اون جایگاه شاه ها بود. آها رفته گرودمان. گرودمان یه جایی توضیح میده که اینجا کجاست. گرودمان هماگ خواری که میشه هماگ خواری دیگه، همه خواری، خواری آسایش و راحت. اومان او پدیراگ آمد عویشان ویداردگان روان اود درود پرسند اود آفرین کنند اود این گوند کوچیون تو احلب به مدهی از آنی سجومند اود وست اناگی اخوان ابر او این او اینی اسیج اخوان ای اپتیارک آمد که اود انوش خوار چی دگ زمانی ها ای در رامیشن وینی. خیلی وقت خوندم خودم اصلا نفهمیدم. اشکال نداره. ببین اون ویدردگان یعنی درگذشتگان. سخون از اول اما از دو باید خوندم. خب میگه من دو سم با هم خوندم. آره پدیرگ یعنی چی؟ پذیره به استقبال. اومان او پدیرگ آمد به استقبال ما آمدند عویشان ایشان کیا ویدردگان درگذشتگان روان درگذشتگان ویدردگان روانان. آره او درود خوب. پرسن درود آره اود آفرین کنند اود این گوند کو. آها حالا این نقل قولشون تو این تو چیه؟ تو چیون تو احلف به مدهی تا همینجاش نگه دار. این تا اینجا چی شد؟ از اومدی از چگونه توی احلف آمدی آمد به مده بی آمدی. آره به مدی. آره بی آمدی. آره داشتیم از آن سجومند یعنی چی؟ سب کن ببین میگه که اومدی از کجا به کجا. خب از آن، اون آن مثلا فرض کن یعنی جا. از آن سجومند و وس آناگی و فلان به کجا ابر این اسج اخوان اپت یارک. خب اخوان یعنی چی؟ یعنی جا فکر میکنم. آره نه یعنی هستی فکر کنم. آها اخوان اخ دیگه جمع اخ بشه. حالا دقیقا هستی بشه مطمئن نیستم. آره بعد از هستی باشه. اخ نداریم الان تو فارسی چیزی؟ اخ من چیزی به ذهنم نمیرسه. چیزم معنی کن سجم معنی کن سج. آره اخ به معنی هم جهانه. به معنی آها. جهان سج بلا
بلا بلا آره خب آره. میگه که سجومن. از سج آن... نه سج نداشتیم اناگیه داشتیم سج نداشتیم بلا معنی میده خب آره میگه از اناگیه هم ندارم چون تو مغزم نمیره هی میپرسم تو میگی باز یادم همون بدی بدی بدبختی چون دارم خب. گناه مثلا نیم. میگه آره اخوان سجومند وسعناگی اونجایی که بلا و بسیار بدی داره ابر او بر او به سوی اینی این ببین جفت با ا آره. کرده دیگه اسیش اخوان ای آره. اپتیارک آمد یعنی جایی که پتیاره نیست پتیاره نیست و آدم سه چی بود؟ سج گفتیم میشه بلا بلا جای بی بلای بی پتیاره اپجارک آمد آمد هی اود انوش انوش خوبر انوش خوبر چه دیگر زمانها در رامیش دیگر نیست دگره که آره همون دیگر زمانه دیگه دگر زمانی ها یعنی در یه زمان دیگری نه درگ زمان یعنی دیر زمان طولانی آها راست میگید یعنی دیر زمان درست آره رامش رامشه دیگه آره میگه که بینی. میگه آقا بهش تعارف میکنن میگه بیا انوش بخور که برای مدت طولانی اینجا رامش ببینی رامش و انوش هم زده منگ بود داره دقیقا اود پس از آن او پدیرک آمد آتخشی اوهمزد آدوریزد اومن نمازی بود یعنی پس از آن پس از آن پذیرک آمد به پذیره آمد پذیرک آمد آتخش اوهمزد آدوریزدان یعنی چی؟ آتیشش به پذیره اومد آتش اوهمزد چیز توصیفیه برای آدوریزد آها یعنی آزورمزد که همون آتش اورمزد آتش اورمزد من رو پذیرا آمد آره به من نماز برد اومن نماز برد یعنی اورمزد به این نماز برد نه آتیشش که میشه آذر ایزد همون یعنی آذر ایزد نماز برد آذر ایزد به یک انسان نماز برد اوش گفت درست ابر تو ارداویراز ای خوبیدزم ای مزدستان پیغامبر و گفت که درست این درست ابر تو اینو داشتیم اون وقتی که ارداویراف از خواب بیدار میشه مزدستان بهش میگن درست ابر تو و میگن آفرین بر تو این درست ابر تو معنی خوش آمدی میده دیگه خب بعد در توصیف چیز چی میگه در اون کلمه خود ازم حالا این خود ازم رو یه لحظه فراموش کن ببین میگه ارداویراز مازدستان پیغامبر آره اینو داشتی این آره این ترکیب فلان مازدستان پیغامبر میشه تشریح خلاصه نقش اردابیراف اون خوبد ازم ترجمه کرده دارنده هیزم تر و از اون چیزاییه که سرش بحثه خانم آموزگار میگه که این صفتی که به ویراز ترجمه کرده دارنده هیزم تر یا تر هیزم خید میشه هیزم نه هیزم باید هیزم باشه ازم باید هیزم باشه راست میگه اسم میشه ایزم. ولی خیدم یه چیزی داریم تو خید مثلا چیز نرسیده میگن به گندم نرسیده میگن آره آفرین تو مولانا مثنوی من دیده بودم آره میگه که این صفتی که فلان برای اینکه او هیزم تر بر آتش نهاده است ایزر آذر اومد بهش نماز برد بهش گفت خوش اومدی ای تر هیزم ای پیغمبر مازدستان اود پس من نماز برد هم اود گفت هم
کو اورتو آدودی است که پدگیتی هماک ازم اود بوی ای هفت سالک ابر اوتو نیها اوم خوبت ازم خوانه اود پس گوید. این اینجا تمام شد دیگه، این تا اینجا رو معنی کن. خب میگه پس من نماز بردم و گفتم که به خودت آدوری است که در که در گیتی یا بگیتی همه هیزم و بوی و هفت سالک بر تو نهادم. هفت ساله. آها آها، همه هیزم و بوی هفت ساله بر تو نهادم و به خاطر اینه که منو خید هیزم یا تر هیزم خوانن. آره این خلاصه چیز دیگه میگه آقا من اصلا اسم من از توه. این ما مثلا به خاطر اینکه نثار تو کردم هیزم و بوی اسممو میگن خود ازم. آقا یه دفعه این مثلا هیزم چی کار میکنه آخه؟ ولی جالبه. ببین به هر حال نگاه کن، اون دلیل رفتن اردویراف به اون دنیا چی بود؟ قرار بود ببینه که آقا ثواب این کارهایی که میکنیم به روان ما میرسه یا نه. میرسه نمیرسه. آره. این هیزم نهادن هم الان ثوابش رو باید ببینه دیگه. اود پشگوید آتخش اور آتخش اورمه است آدوری است کو بیای تا اوتو فراز نمایم آن وری آبی ازم ای خوید ای ابرومندی هاد. خب حالا که اینجوری شد بیا تا بهت نشون بدم اون ور اون ور ور. این ور معنیش چیه؟ همون ور دیگه. نه این... و اون ور که مینا میگفت ما ور داشتیم به عنوان آزمایش دینی که ور ور نیزه داشتیم. آره. این ور آب یعنی دریاچه. ببین اون نتیجه ازم خویدی که برای آذر ایزد نهاده شده یه ور آبی. همین وقتی هیزم تر میذاری توی روی آتیش آبش جمع میشه، آبش میاد بیرون. بابا طاهر یه بیت درخشان داره میگه که دل عاشق مثال چوب تر بی سری سوجه سری خونابه ریجه. وای سنگین بود. دوباره برسام قوی تاهر شدی. اود گیاگی فراز برد اود نیمود وری بزرگ و وری بزرگ ای آبی تبود. اود گفت این آن آب است که از آن از بتازی تو ابرومند نهاد. بتازید. آها این یه مراسم دینی واسه آدوری است انجام میداده. هیزم تر داشته، هیزم ترش هم میساجیده به قول بابا طاهر. الان شده دریاچه. الان توی میاسم میگن فلان کارو بکنی یه قصر تو بهشت مثلا اضافه چه نامشتن. آره میتونه بره اسکی رو آب کنه. بقیه دارن جلز و ولز میکنن اسکی رو آب کنن. آره این چیزی که هیزومی که 7 ساله گذشته و فلان و اینا براش یه دریاچه فعلا تو مستقلاتش ظاهر شده.